حضرت یعقوب علیه السلام، خب پیغمبر بزرگوار خدا، یوسف فرزند عزیزش پشت دیوار خانه اش تو چاهه، نمیدونن، خبر از زنده بودنش ندارن. بچه هاش آمدن فیران خونین آوردن، جاو اباهم اشان یکون، گفتن پسرت گرگ خورده بین فیران خونینش. اینقدر گریه کرد در فراق فرزندش، قریب 30 سال بیشتر که از چشمش نابینا شد. فبیت زد این آقا من الهود، خبر نداشت که کجا هست. تا بعد از 30 سال وقتی حضرت یوسف به سلطنت رسید، گفت ببر پیراهنم را بندازید سر پدرم که بینا بشوند. اذهبوا بقمیصی هذا و القوه را و شعبی یعت بسیرا. وقتی کاروان مصر از مصر جدا شد، پیراهن به همراه، فاصله از مصر تا کنعان 80 فرسخ راه بوده، 10-12 شبانه روز راه بوده. او در کنعان نشسته، قافله از مصر در آمده. او گفت که من بوی یوسف میشنوم. تو خانه اش گفت انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندن، من بوی یوسف میشنوم. عجیبه، یوسف پشت دیوار خانه اش بود، نمیدانست. خود یوسف اینقدر بو نداشت که بیاد در داخل خانه که من زنده هستم. اینجا الان پیراهنش بودار شده، از 80 فرسخ راه بوی پیراهن میرسه به شامه یعقوب، بگه من بوی یوسف میشنوم. یکی پرسید از اون گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ عجیبه، تو از مصر بوی پیراهن یوسف شنیدی که میگه زنده است، ما تو چاه کندان پشتری خانت بوده، پشت دیوار خانه بوده، نمیدونستی چرا؟ یکی پرسید از اون گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. ما که از خود نداریم چیزی، که کار ما مثل برق جهان، جهان جهنده، برق جهان یا برق جهنده، و برق در آسمان همیشه نمی جهد که، همیشه نیست که. تو بیابان تاریک گاهی برق میزنه، برق کسی همه جا روشن میکنه، تو آخرین نقطه خیابان بیابان نشون میده، خاموش شد، خاموشه، پشت پا هم نمیبینه. آدم تو بیابان برق که میزنه همه جا رو میبینه، برق که خاموش شد زیر پاش هم نمیبینه. ما اینجوری هستیم، پیغمبر ما اینجورن، از خودشان چیزی ندارن، برق الهی میزنن، برق کسی همه جا رو میبینن، عرش و فرش رو میبینن، همه جا رو زیر پا میآورن، اما همین که برق خاموش شد چه میده؟ میپرسن فلان آدم زنده است یا مرده است؟ همون کسی که همه جا رو احاطه پیدا میکند اذا شاه علمه، حالا میگن کجا مرده یا زنده، میگن خود مرده، خود رحمتش کنه. مثلا بگفتا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی هم پشت پای خود نبینیم، از قلوبی نداریم. اونه که ما را به شرک متهم میکنن یا به قلوب توجه ندارن. ما چی میگیم؟ ما میگیم پیغمبران امامان از خودشون ذاتن فاقد کمالاتن، اما به اراده خدا، به اذن خدا واجد همه کمالاتن.